اما اقتدار چیه؟ و رابطهش با اطاعت چیه؟ اطاعت گفتم یعنی رفتن زیر یه قدرت، رفتن زیر یه قدرت، اما این قدرت برتر رو ما هستیم که انتخاب میکنیم، زیر قدرت برتر خدا یا زیر یه قدرت بدتر شیطان بریم. رفتن کلن زیر خب اطاعت کسی عملا این اطاعت محسوب میشه و این به تو این امتیاز رو میده. خوب گوش کن، این به تو این امتیاز رو میده، رفتن زیر یه قدرتی این امتیاز رو به تو میده از تمام مزایا و بدیها استفاده کنی. خدا رو شکر در خدا همه چیز عالیه و رفتن زیر اقتدار خدا، رفتن زیر اطاعت خدا، کلام خدا میگه چیه؟ در مزمور 91 صحبت میکنه، میگه آن که زیر ستر یا سایه حضرت قادر مطلق بنشیند در امان خواهد بود. چرا؟ چون خدای ما خدای امنیته، خدای ما خدای آرامیه. مسیح چی میگه؟ تمام کتاب مقدس و وعده‌های کتاب مقدس رو بیار تو مزمور 91 آیه 1. زیر این ستر شفا هست، برکت هست، آرامی هست، محافظت هست، رزق و روزی هست. تمام چیزهایی رو که خدا در عهد عتیق و عهد جدید قول داده و برکتش رو گفته زیر این چتره. و کلام خدا میگه تا زیر این چتر نیای این امنیت برای تو نخواهد بود. آمین؟ آمین. اما برای شیطان هم همینه. وقتی یک نفر میره زیر اطاعت شیطان، میره زیر اطاعت بدی، میره زیر اطاعت چیزی که از خدا نیست، هر چیزی که مال اونه میاد سراغش، افسردگی، بدی، تلخی، جدایی، جدا، طلاق، هزار چیزی که افکار اون شخص هست. کلام خدا میگه خدای ما افکاری سلامتی. آمین. پس اگه افکاری سلامتی، وقتی تو میری زیر خدا، تمام افکار سلامتی خدا مال تو. آمین. و وقتی میری زیر شیطان، تمام افکار بدی که داره در واقع میاد تو زندگی تو و در واقع از نوع زندگی که داریم میبینیم آیا تلخی هست یا شادی، از سلامتی از یا بدی هست، میتونیم تشخیص بدیم که من الان در اقتدار خدا هستم یا در اطاعت شیطان هستم. چون هر تصمیمی میوه و نتیجه مطلوب خودشو داره و مسیح میگه از روی میوه ها میتونی بفهمی که الان در کجا هستی. مسیح میگه اگر در من بمانید، من در شما بمانم، میوه میارید. خب اگر در مسیح نباشیم، در کسی دیگه باشیم، میوه اونو میاریم، میوه بدی، میوه کرمو، میوه تلخی، میوه شرارت و هر میوه بد دیگه ای رو. رفتن زیر یک اطاعت در واقع رفتن زیر یک اقتداره. مدتی فکر میکردم خدایا ما که در پادشاهی تو هستیم، ما که ایمان آوردیم به عیسی مسیح، ما که از گناهانمون خلاصی یافتیم و وعده نجات رو به ما دادی، چرا توی زندگی های ما این بدی ها ممکنه دیده بشه؟ سوال فکر کنم خوب متوجه شدید. میخوام داستان از اینجا شروع بکنم که الانم که ما در پادشاهی خدا هستیم، حق داریم که در واقع زیر اقتدار کی باشیم و زیر اقتدار چی باشیم. پس چرا اموال ما توی حمله است و میره یه دفعه؟ چرا یه دفعه میبینی شادی نیستش، گم شد؟ چرا یه دفعه میبینی سلامتیت گم شد، شفاعت گم شد، آزادی که به دست آورده بودی گم شد؟ چی شد یه دفعه گم شد؟ چیزی که میخوام به شما بگم اینه که خدا به ما یه اقتداری داده. اگر از این اقتدارت استفاده نکنی، یه شخص زورآورتر میاد. شیطان میگه تمامی اقتدار مال منه. چرا؟ تمامی جهان مال منه، سقوط کرده، تمامی قدرت رو گرفتم. الان عیسی مسیح اومده داره پادشاهی خدا رو میاره و در واقع اینجا یه پادشاهی جدید اومده و ما اومدیم در پادشاهی، الان با قدرت ایستادیم. اگر ما، شما تصور بکنید این تمام میدان اقتداره، این پادشاهی خداست. اوکی؟ فکر کنید پادشاهی خداست، یا اینطوریش بکنیم مثل قلب، فکر کنید پادشاهی خداست.
اگر تو تمام اقتدار خدا رو نپذیری، یک جایی تو زندگی تو خالیه و باید یکی تقسیم بشه. هیچ اقتداری در دنیا یه گوشه نیافتاده بی صاحب. هیچ گوشه، یه تیکه 100 گرم اقتدار در یه گوشه دنیا تو نمیبینی افتاده و کسی بهش کار نداره. خدا میگه ولش کن، شیطان میگه ولش کن، وجود نداره. یا مال خداست یا مال شیطانه. هر جایی که مسیح گرفته و ما الان مال ماست، جای خالی بذارید شیطان پرش میکنه و اون اقتدار رو ور میداره. تمام جنگ سر اقتداره. هیچ خلایی در دنیا به نام اقتدار خالی نمیمونه، شیطان میاد پرش میکنه. شما تصور بکنید همه جا، مخصوصا فکر کنید کلیساهای ایرانی، اینو بیشتر برای جهت خادمی در ایران، به جهت خادمینی که در دنیا دارن زحمت میکشن و خسته خاطر میشن، میخوام به جهت تشویقتون بهتون بگم که خسته خاطر نشید و بیستید و ادامه بدید. این جنگ ها هست، مبارزات هست و فقط حواستون باشه خطا نکنید. وقتی خطایی به شما میشه خطا نکنید. یک نفر اذیتتون میکنه شما اذیت نکنید. حواستون به قلبتون باشه که شما گناه نکنید. فقط یک چی میخوام بگم، حداقل تو کلیساهای ایرانی یا گروه های کوچک، من جاهای مختلف زیاد هستم، میگم ما یه گروه 10 نفری هستیم، 5 نفری هستیم، 30 نفری هستیم، 15 نفری هستیم، دائم صحبت از اینه. یه نفر اومد تو کلیسا، تو کی هستی که داری به ما چی شد؟ رو اقتدارش داره جنگ میکنه. خادمین، این کیه که به من میگه؟ آها، جنگ اقتدار شد. تو کی هستی؟ تو که خودت فلانی. اقتدار، همه جنگ ها رو اقتداره و بدونی که ما بفهمیم داریم چه کار میکنیم، دقیقا شیطان داره خب اقتدار پادشاهی خدا رو میکوبه. که یه نفر یا پشیمون بگه آقا ما غلط کردیم، تو بیا برو خدمت کن، بیا برو ببینیم خواهد چه کار بکنی، باز اومدی از اقتدار بیرون. خادم خدا خسته شدی سر جات بیست تا مسیح از آسمان برگرده. آمین. جاتو به کسی نده. بیست، بری بیرون. دقیقا از نظم الهی رفتی بیرون. خدا تو را آورده، وقتی گفت برو برو، برو یه جای دیگه، برو یه جای دیگه، ولی تا خدا به تو نگفته زمین و زمان به تو بگم برو، تو نرو. بیست درجات. کلام خدا میگه کلیسا بدن منه و مسیح سر کلیساست و بعد از مسیح خادمینی گذاشته. خادم هم مثل شوهر سوراخ سوراخه، بدتر از این که دیگه نیست دیگه. اوکی؟ یه مثال زدیم دیگه، مثل پدر مادر سوراخ سوراخه. اما خدا تشویق میکنه که توی نظم ترتیب الهی قرار بگی. هیچ وقت وسوسه نشو بدون خادم، بدون شبان یک روز زندگی کنی، حتی یک شب، حتی یک ساعت. من همیشه تشویق میکنم که حتی کسی میخواد بره قدمش رو چشم بره، ولی تا کسی رو پیدا نکرده بمونه. که من همیشه میگم چت به چت بکن، زیر یه چتری باش و بگو اوکی من از فردا صبح دوشنبه میخوام برم زیر یه چتری یک خادمی دیگه در یک جایی دیگه، آمریکایی، آفریقایی، چینی، آنگولایی، هر چی که هست مهم نیست. اوکی؟ ولی یک شب بدون چتر باقی نمون، برو زیر یک اقتدار دیگه و خدا رو شکر به ملکوت خدا بچسب و ادامه بده. فقط بیرون از ملکوت نباش. بزرگترین درد من میدین چیه؟ بزرگترین درد من اینه که خادمین یه شب که ایچه، هزار شب بدون سقف میخوابن و این یه خطر بزرگه.